سلام و درود به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما هستین. در این ویدیو میخوام بهتون ماده‌های غذایی ضد درد که شما را از مسکن بی‌نیاز می‌کند و بهتون معرفی کنم. پس تا آخر این ویدیو در فارسی نت همراه ما باشید. در همین ابتدا میخوام از دوستانی که به تازگی همراه ما شدن خواهش کنم که لطفاً ما رو سابسکرایب کنین و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنین. از اینکه دائما برای تسکین درد، گرفتگی ماهیچه یا معده درد مجبور میشوید قرص مسکن مصرف کنید، خسته شده اید؟ طبیعت مشکل شما را حل کرده است. انواع مختلفی از مواد غذایی خوشمزه در طبیعت وجود دارد که می توانند به درمان یا دست کم تسکین دردهایتان کمک کند. ماده غذایی ضد درد. 1. زنجبیل. این ریشه گیاهی تند و معطر احتمالاً یکی از بهترین درمان‌های خانگی برای مبارزه با حالت تهوع است. زیرا این داروهای گیاهی دارای خواص تسکین دهندگی معده است. ولی زنجبیل می‌تواند با درد نیز مبارزه کند. از جمله درد مفاصل ناشی از آرتروز و همچنین گرفتگی‌های دوره‌های قاعدگی. طبق نتایج یک مطالعه، کپسول‌های حاوی زنجبیل به خوبی داروهای ضد التهابی بدون نسخه نظیر ایبوپروفن می‌توانند درد دوره قاعدگی را تسکین دهند. 2. بلوبری. این گوهرهای کوچک آبدار سرشار از مواد مغذی گیاهی هستند که می‌توانند با التهاب مبارزه کنند و درد را تسکین دهند. اگر اکنون فصل بلوبری نباشد، می‌توانید از بلوبری یخ‌زده استفاده کنید. میزان مواد مغذی موجود در بلوبری یخ‌زده مساوی یا حتی بیشتر از بلوبری تازه است. 3. تخم کدو. تخم کدو منبع خوبی برای منیزیم شناخته می شود. این ماده معدنی می تواند به تسکین برخی از سردردهای میگرنی کمک کند. به علاوه منیزیم ممکن است به پیشگیری و درمان پوکی استخوان نیز کمک کند. ولی علی‌رغم آنچه ممکن است تاکنون شنیده باشید، به نظر می‌رسد این ماده معدنی بتواند گرفتگی‌های ماهیچه پا را در طول شب متوقف کند. برای افزایش میزان منیزیم مصرفی در رژیم غذایی می‌توانید بادام و بادام هندی، سبزیجات پهن‌برگ نظیر اسفناج و کرمکالی، انواع لوبیا و عدس را نیز در برنامه غذاییتان بگنجانید. 4. ماهی سالمون. ماهی سالمون سرشار از اسیدهای ضد التهابی چرب امگا 3 است. تقریبا هر آنچه را که برای یک برنامه غذایی مفید نیاز داشته باشید، برآورده می‌کند. مصرف ماهی سالمون برای سلامت قلب مفید است و می‌تواند درد و التهاب مفاصل ناشی از آرتروز را نیز تسکین دهد. سایر گونه‌های ماهی آب‌های سرد نظیر ماهی تون، ساردین و خالخالی نیز گزینه‌های خوبی به نظر می‌رسند. با وجود این از مصرف ماهی تیلاپیلا و گربه ماهی خودداری کنید، زیرا وجود سطوح بالای اسیدهای چرب امگا 6 در این گونه های ماهی ها ممکن است میزان التهاب را افزایش دهد. 5. زردچوبه. نتایج مطالعه‌ای بر روی بیماران مبتلا به آرتروز که از مکمل‌های کرکومین استفاده کرده بودند نشان داد این بیماران پس از استفاده از این مکمل می توانند بهتر راه بروند و اثرات جانبی سایر داروها نیز در آنها مشاهده نمی شود. فلفل سیاه می تواند به جذب بهتر زردچوبه کمک کند. از این رو بهتر است این دو ادویه را در غذاهایتان با یکدیگر ترکیب کنید یا به همراه زنجبیل و عسل یک دمنوش شفابخش تهیه کنید. 6. آلبالو. طی یک مطالعه دوندگانی که 7 روز پیش از مسابقه و همچنین در روز مسابقه آب آلبالو نوشیده بودند در مقایسه با گروهی که همین مقدار از نوشیدنی آلبالو ولی غیر طبیعی را مصرف کرده بودند به درد ماهیچه‌ای کمتری دچار شدند. این اثر بخشی ممکن است به خاطر وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی در این میوه باشد. 7. نعنا. روغن نعنا فلفلی گرفتگی‌های دردناک، گاز معده و همچنین نفر را تسکین می‌دهد. این علائم جز نشانه‌های بارز سندرم روده تحریک‌پذیر هستند. دمنوش نعنا فلفلی نیز داروی موثری برای تسکین ناراحتی‌های معده است. 8. آب انگور قرمز. پژوهش‌ها به تازگی نشان دادند ترکیبی در پوست انگور قرمز به نام روسوراتورول وجود دارد که می‌تواند تورم دیسک کمر را کاهش دهد. این تورم ممکن است به بروز کمردرد منجر شود. البته توصیه می‌شود در مصرف آب انگور قرمز زیاده روی نکنید. با وجود اینکه روسوراتورول برای تسکین درد مؤثر است، ولی برای آگاهی از تمام جوانب این مسئله به انجام پژوهش‌های بیشتری نیاز است.
امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. خیلی ممنون که در فارسینت همراه ما هستین. تا ویدیوهای بعدی ما در کانال فارسینت، خدا نگهدار.